بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. خداوند از وجود مسعود امام عصر ارواح نافده در قرآن مجید به عناوین مختلفی تذکر داده است و به اسمهای متنوعی که هر اسمی هم به یک عنایتی است و روی یک لطیفه است از این بزرگوار در قرآن اسم برده. یکی از اسمهاش جمعه، یکی از اسمهاش عصر است، یکی از اسمهاش غیبه. این بزرگوار مظهر اسماء خفی حق متعال، خداوند متعال اسماء مختلفه دارد و هر اسمی ناظر است به یک جهت از کمالات ربوبی. یه دسته اسماء ظاهر الهی هستند، مثل یا جلی، مثل یا ظاهر، مثل یا نور. یک دسته اسماء اشاره به جهت خفا و اختفا و غیب حق متعال می کنند، خدا در عین ظهورش پنهان است و در عین آشکاراییش در احتجاب است. دعای احتجاب را شبهای جمعه بخونید. علامه مجلسی رضوان الله علیه در کتاب مستطاب زاد المعادشون این دعا را نقل کردن و غفلت نکنید. یا من اشتجب بشعاع نورهی عن مواظر خلقه. یک دنیا عرفان هم توی این دعای احتجاب ریخته. و اگر کسی را خدا اهل بداند در آخر این دعای چیزهای عجیب غریبی دارد که اگر روشن بشود بر فؤادتون مرد لاهوتی خواهید شد. خدا در عین این که آشکار و ظاهره پنهانه، پنهان از دیده حس، از دیده وهم، از دیده خیال، از دیده عقل، و در عین این که پنهانه آشکارتر از هر چیزی است. اون وقت از لحاظ پنهانیش اسمهایی دارد، یا خفی یا غیب. این از اسماء خدای متعال است. توات فرمودی در سلسله نبوات هم دارد، در سلسله ولایات هم دارد. در سلسله نبوات ها مظهر یا غیب و یا خفی و یا باطنش حضرت خضر پیغمبر، حضرت الیاس پیغمبر، اینها مظهر یا خفی حق متعال. خضر و حضرت الیاس دو تا پیغمبره. قرآن هم به صراحت میگه و ان الیاس لمن المرسلین. التفات من از خضر تعبیر میکند به عبد من عبادنا. این دو تا پیغمبر هست، دو نفر آدم جسمانیه مثل شما، گوشت و پوست و استخوان و خون و دندون و شکم و معده و روده و هر چه که شما دارید اونام داره. حضرت خضر یه آدمیه الان هم روی همین زمین راه می روه. التفات فرمودی مکرر بر مکرر هم خدمت ائمه ما رسیده و روایات هم در این باب زیاد. یه وقت یه گدای آمد بهش گفت لوجه الله با من کمک کن، هیچی نداشت.
گفت چون تو وجه الله را سوگند داده ای و مرا به وجه الله حواله کرده ای، وجه الله عظیم است، عظیم است، عظیم است، من چیزی ندارم، منو بگیر ببر بفروش به عنوان غلامی، پول دستت بیاد. او گفت هرگز این کار رو نمی کنم. فرمید منم هرگز ول نمی کنم. تو لوجه الله از من چیزی خواسته ای، عظمت وجه الله نباید از بین بره، باید این چیزی گیره تو بیاد. بردش اینه به عنوان غلامی، فروختش به این مبلغی گرفت و رفت. و بعد اون ارباب فهمید که خضر پیغمبر خیلی متأثر شد، خیلی منتج. این آدم این طوریه. گفتم اگه بخوام شرح خضر را بگم به جان خودش دو سه منبر طول میکشه. در شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه خضر آمد و تسلیت به امام حسن و امام حسین و ورثه امیر المؤمنین عرض کرد. حضور امام باقر امام صادق شرفیاب می شد. در دوران اسلام خضر و الیاس هر دو پیرو آیین اسلام و دین مبین اسلام هستند. الان حضرت خضر شرفیاب حضور باقر النور امام اس ارواح نافداه می شود و مشکلاتی اگر داشته باشد به وسیله حضرت حل مشکلات خودش می کند. و الان هم حضرت خضر در آیین اسلام و پیرو مذهب شیعه و به روش شما شیعیان رفتار می کند. حرف اینجا خیلی دارد. به هر حالت شما از فن آیان نصیحتی که من شما را می کنم و سفارشی که به شما می کنم والله ساده نیست. بنده البته قابل نیستم، خاک پای طلبه هم حساب نمی شدم، ولی از اغلب شما اطلاعاتم بیشتره. شما جز فقها اونهایی که درس فقه و اصول می خوانن و جز محدثینتون از قبیل مثلا فرض بفرمایید شیخ مفید و شیخ طوسی، از قبیل شهیدین و علامه حلی و علامه مجلسی، اینا فقهای شما، اینا محدثینتونن. هر چی اینها گفتن گوش بدید، به شر و رای دیگران اعتنا نکنید، گوش به حرفای اینها ندهید، نه حکمت و فلسفه و نه عرفان و تصوف، تابع فقها و محدثینتون باشید. اینهایی که چشمهای وجودشون اتصال به اقیانوس ولایت امام زمانتون دارد اینا هستند، فقها و محدثین. البته نمیخوام بگم هر امام به سری شیخ مرتضای انصاری و مقدس اردبیلی، نه اینه نمیگم، اما مقدس اردبیلی و شیخ مرتضای انصاری هم از توی این دو دسته بیرون آمده. علامه بحرالعلوم و سید ابن طاووس هم از میان این دو فرقه بیرون آمده است. فرق دیگر پیوندشون با ولی وقت معلوم و مسلم نیست، لذا به حرفاشون هم اعتمادی و اعتنایی نیست. خضر و الیاس دو موجود خارجی هست. اینها تو مردم آمده شد میکنن، مردم یا نمیبینندشون یا میبینن نمیشنسن. معنی خفا و اختفاشون هم همینه. اینا تو پوست گردو غالب نشدن یه گوشهی، نه، تو همین مردم میان میرون، یا نمیبینندشون یا اگر میبینن نمیشناسندشون. این معنای مظهریتشون برای اسم یا باطن و یا خفی حق متعال، مظهریتشون برای اسم یا غیب حق متعال. این در رشته نبوت انبیا، در رشته ولایت اولیا، وجود مسعود اعلی حضرت، امکان مکنت، کیهان شوکت، حضرت بقیت الله الارضین و حجت الله علی العالمین، حضرت مهدی سلام این بزرگوار ما
مظهر یا غیب خداست، مظهر یا خفی حق تعالی است، این مظهر او اسمه و به همین اسم هم در قرآن نامیده شده. روایات وارده در ذیل آیه مبارکه‌ای که اول قرائت کردم به ما این چنین میگوید، روایات باطن قرآنه. شبهایی که راجع به قرآن دو سه شب صحبت کردم، هر که بود فهمید چی گفته. فرمایشات ائمه تأویل قرآنه، باطن قرآنه، تخوم قرآنه، مطلع قرآنه، مبین رموز اشارات قرآن است. باطن قرآن توی روایات پیغمبر و ائمه است. ائمه علیهم السلام بیان فرمودند که این غیب در آیه مبارکه مراد حضرت بقیه الله امام دوازدهمه. ایشون مظهر غیب و مظهر بطون و مظهر خفای حق متعال هستند تا مدتی که خداوند متعال ایشان را ظاهر و آشکار بفرماید. این حضرت پنهانه. امشب میخوام به این باب یک چند کلمه صحبتهایی بکنم که درست جوانهای ما آگاه بشه. روی مبنای صحیح میخوام به اینها بگم مراد از غیبت امام زمان این نیست که امام زمان پرتاب شده در حول غلیا. چون شیخ احسایی این مهمل رو بافته است، ان سیدنا المهدی لما خوف من اعدائه فر الى عالم الهور الغلیا و سیعود و فی جسد من یشاء و سیظهر و فی جسد من. این چرت و پرتا نیست. حضرت تو عالم هور غلیا که معلوم نیست عالم هور غلیا چه عالمیه، این عاشق روی کدام بخار معده او عالم رو درست کرده پرتاب کرده حضرت تو عالم، این نیست. این نیست. حضرت تو چا سامره هم نیست. این مزخرفاتی که آخوندهای سنی نوشتن که شیعه میگوید امام زمانشون توی چاهه از چاه بیرون، یا دروغه، افترا به ما بستن، تهمت به ما زده هم. کدام شیعه، کدام آخوند شیعه، ولو یا آخوند دهاتیش در کدام کتاب پوسیده نوشته است که عقیده شیعه این است که امام زمانشون توی چاهه؟ می نویسن تو کتاباشون که شیعه یه اسبی را زین می کنن، می روند روزهای جمعه اونجا کنار چاوا می سن، می گن آهای صاحب بیا سوار شو. این دروغ ها، این افترا ها، دروغ های شاخدار را به ما شیعه تو کتاباشون می بندن. از این مزخرفات خیلی دارن، از این دروغ دارن. نه خیلی حضرت تو چاه نیست. حضرت زیر قطب شمال و جنوب در منجمد شمالی و منجمد جنوبی هم مأوا نگرفته. یه روایت بگم آیان اهل علم این مقتنم بشمارید در جلد 13 بهاءالانوار علامه مجلسی است. خدا یا به حق خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا همین ساعت طبقهای انوار را از این مجلس ما به روح مطهر علامه مجلسی عطا بفرما. این بزرگوار حق عظیمی برگردن شیعه داره. شررای بعضی بچه هایی که نخود کشمش باید بخورن سرشون از چیز جمعی نمیاد گوش ندهید. در جلد غیبت بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه این حدیث رو نوشتن از امام صادق علیه السلام که امام صادق می فرماین برای بقیت الله امام دوازدهم دو غیبته، دو پنهانیه، یه پنهانی کوتاه یه پنهانی بلند است. پنهانی کوتاه و غیبت صغراشون همون بود که چهار تا نایب خاص داشته. پنهانی طولانی و بلندشون این پنهانیه که نایب خاص ندارن، نواب عام دارن که علما و مراجع تقلیدتون، فقها و مراجع تقلید، نه حکما، نه عرفا، نه متکلمین، نه ادبا، نه مورخین، نه مفسرین، فقها. فقها من کان من الفقها
صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يغلدوه. قدر فقهاتو نبدونید، قدر همین طلبه هایی که شروع میکنن به خوندن جامع المقدمات به منظور این که فقیهی بشوند مستنبط، قدر اینها را بدونید. شما را ائمه به اینها سپردن، نه به حکما، نه به ملا صدرا، نه به میر داماد، نه به میر فندرس، نه به ابن رشد اندلسی، نه ابن سینا، به اینها نسپردن، بتون به شیخ طوسی سپردن، بتون به علامه حلی و شهیدین سپردن، بتون فهمیدید یا نه؟ و آیت الله هایی که مرجع تقلیدند سپردن به تو. اینا نواب آمد. در غیبت طولانیش روایت اینه، امام صادق می فرمایند که دو غیبت داره. در غیبت طولانی هیچ کس مکان این حضرت را نمی داند. ترجمه روایت رو میگم، مکان این حضرت را هیچ کس نمیدوند، حتی خواص دوستانش، الا المولى الذي يلي امره، مگه اون نوکر در خونه ای که کارهای حضرت را میکنه، نون بخرد، آب بیارد، لوازم زندگی را، سرکاردار منزلش. معنای غیبت حضرت مثل معنای غیبت خضر و الیاس و غیبت صالح در زمانی که غائب بود و غیبت حضرت یوسف در زمانی که غائب بود، معنای غیبتش این است که یا نمیبینندش، اکثر میاد تو مجالس نمیبینند، یا میبینند و نمیشناسندش. همین این معنی پنهانیش. به همین معنا ایشان مظهر اسم یا غیب حق و یا باطن و یا خفی حقند. التفات فرمودید یا نه؟ به صاحب این منبر و این محراب در همیشه دیدندش، در همیشه بعضی از اساتید خودم دیدندش با همین چشمهای حسی، در حال بیداری، نه در حال خواب، نه در یغما، نه در بیهوشی، نه در حال خرسه درویشی، هیچ ارتباطا نبوده، در حال بیداری. اجمالا پیر و جوان به شماها عرض می کنم، شما صاحب دارید، امام دارید، امامتون رو همی زمینه، امامتون به شما توجه دارد. بی خود نمیگم، اگر خلاف این بود روز قیامت در محضر پیغمبر بگیرید اینجای مرا، بگید شیخ چرا بی خود گفتی؟ شما امام دارید، امام شما به شما اگر مهربانتر از امیر المؤمنین به شیعان زمانش نباشد، کمتر از او مهربانی به شما ندارد. امام شما اگر از اون 11 امام دیگر نظر لطفش به شیعیان و رعیتش بیشتر نباشد، قطعا کمتر نیست. و من یقین دارم نظر امام زمان به هم شما شیعه همینه که هستید، همینه که هست. مگر شیعیان امام صادق و امام باقر همه سلمان بودن؟ مگر همه معصوم بودن؟ مگر همه عادل بودن؟ اونا مثل شما، البته هم عادل داشتن هم فاسق داشتن، البته هم تالی تل و اسمت داشتن، همون بعضی ها که خب بعضی فضولی ها میکردن. برید حالات شیعان اصل ائمه رو نگاه کنید، اونا مثل شما بودن، شما مثل اونایی، بلکه از یک جهت به حکم الایات شما بر اونا ترجیح دارید. به جهتی اونها در زمان حضور ائمه علیهم السلام بودن، گاهی به نگاهی صورتن دلشاد می شدن، شما در زمان غیبت امامتون هستید. شما بچه هایی هستید که باباتون هم جلو و چشمتون مسافرت کردن، اونا باباشون بالا سرشون بود، التفات فرمودن، از این جهت شما را بر اونها مقدم داشتن. چی میگید؟ امام زمان به شما نظر دارد، اگر نه این بود روز قیامت بگیرید اینجای من، امامتون رو همی زمینه، امامتون به شماها توجه دارد،
البته انتظار هم دارد که شما هم او توجه داشته باشه. این از عبارات امام زمان است به نقل سید ابن طاووس در سرداب مقدس، گفت مشغول دعاست، گفتم گوش بدهم ببینم آقا چه میگوید، چه دعایی را میخواند، از خدا چه میخواهد. گفت گوش دادم، دیدم میگوید اهل علم، شما اول توجه کنید، گفت دیدم میگوید اللهم ان شیعتنا منا، ای قربونت برم خاک بای غلامانت توتیای چشم، اللهم ان شیعتنا منا خلقوا من فاضل طینتنا و عجنوا بماء ولایتنا، اللهم اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتقاء بنا. معنا کنم دلاتونه بفرستیم، این بابای مهربون ای تو دست رو سرتون میکشد، جا دارد که شما هم عجز و لابهی به دربارش و درگاهش کنید. گفت دیدم میگه خدا شیعیان ما از ما اینها از زیاده طینت ما آفریده شده، اینها با آب محبت ما و ولایت ما خمیر شده، اینها گناه کرده ولی تکیهشون به مایه، ولی پشتگرمیشون به مایه، چشم شفاعت به ما داره. میگه خدا اینها گناهانی کرده اند ولی دلشون به ما گرمه، خدا گناهان شیعانم ببخش، اغفر لهم من الذنوب ما فعلوه اتکالا علینا. سید میگوید من تکون خواهد قربون این مهر و محبت و آقایی برم، آمده در سرداب مقدس در جایی که محل عبادتشه، در خلوت وساطت میکند از شیعان، پشتش یک عبارت دیگری دارد تکونتون میده. گفت دلم میگوید خدایا مضمون اینیه که من میگم، این عبارت ها کلمه به کلمه نیست ولی مضمون همینه، میگه خدایا اگر گناهانشون نمیبخشی روز قیامت که برای حساب شد و میزان عمل در بین آمد، قله حسنات قله سیعات، اگه حسنات سنگین شود میبرن به بهش، اگه سیعات سنگین شود میبرن به آتش و دوزخ. گفت دیدم میگه خدا چون روز قیامت شده پله حسنات شیعان من سبک باشد، خدایا از حسنات من بردار، روی حسنات شیعانم بگذار.
خاتم النبیین و به آیات قرآن مبین امام زمانمون رو از ما خوشحال و خوشدل خدایا به حق قرآن مبین فرج امام زمانمون رو نزدیک کرد به زودی اون بزرگوار را از محبس غیبت از قفس غیبت بیرون بیاد دیگه بس هست دعاتن بگویم شما را ببرم کربلا کنار قبر امام حسین اونجا خدا را بخوانم او نزدیکتر به اجابت یه کلمه دیگه از روزخونی امام زمان براتون بخوانم نه تنها شما گریه میکنید خود امام زمان شب و روز گریه میکند بر مصیبت سید الشهدا تا ظاهر شود و اخذ بسار کند و خونخواهی کند از بنی امیه و بنی امیه صفتان از اولادهای بنی امیه لعنهم الله تا اون وقت امام زمان گریش روزه هم میخونه روزخونا افتخار داشته باشید یکی از روزخونای امام حضرت سید الشهدا امام زمانه تو بود میگه یا جدا اسرع فرس و کشار دار الى حرم که قاصدا باکیا محمما معنا کنم همه بلند بنالی چشات اینه به کربلا بیندازید روز عاشورا میگه یا جدا اسب بی صاحبه قاصد شد به حرمت پیک مرگت شد ای حیوان ای گریه می کرد ای هم همه می کرد رو به خیمه ها می رد ای خبر مرگ امام حسین رو می زنها صدای عصر رو شنیده یه مدتی بود صدای ابی عبدالله به گوش زنها نمی رسید امام حسین هر چند دقیقه به چند دقیقه با صدای بلند فریاد می زد لا حول ولا قدرت الا بالله این صدا به خیمه ها می رسید زنها می فهمیدن هنوز آقا داره ایوه یه چند مدتی گذشت صدا نرسید زنها مستربن پریشانن یک وقت شنیدن صدای زلجلال بلند بلند بنالید زن و مرد ناله و ندبه کنید همه به هوای لقای حسین بیرون آمدن دست و سر و ناله و نوحه امجگه نگاه کردن دیدن یال زلجلال غرق خون زینش و آجگون شست و چهار زن و بچه همه فریاد زدن و محمد خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود الاطماع وللوجوه السافرات